بونجور میزاوی ژوم پل زگا ژوسی پروفسور دو فرانسه. سلام دوستان من زهرا گندمی هستم و قرار امروز با هم ادامه درس ششم از کتاب لنو تاکسی رو بخونیم خب دوستان جلسه قبل درس شش رو با هم شروع کردیم و قسمت اول و دوم گرامر رو هم با هم یاد گرفتیم

Est-ce qu'ils ont des lunettes? Non, non, ils n'ont pas de lunettes. Et leurs vêtements? L'homme blond porte un t-shirt blanc et un pantalon noir. Non, bleu, un pantalon bleu. C'est un jean. L'homme brun, lui, il a un blouson. De quelle couleur? La couleur de son blouson? Noir. Non, ce n'est pas noir, rouge, oui, rouge, autre chose, oui, sa chemise est verte, et ses chaussures, ah, ce sont des baskets la négation pas. قراره که با هم مبحث منفی کردن جمله در زبان فرانسه رو یاد بگیریم. در زبان فرانسه ما به شکل های مختلفی میتونیم یک جمله رو منفی کنیم ولی رایج ترین شکلی که اضافه کردن نو و پهستش رو امروز یاد میگیریم. البته فرم های خیلی زیادی داره که توی درس های آینده با هم دیگه مرور میکنیم ولی اگه این فرم از منفی کردن رو خوب یاد بگیرید میتونید بسیاری از جمله ها رو منفی کنید و در اصل فرم کلاسیک منفی کردن همونیه که امروز خواهیم دید خب ببینید مثلا جو دانس من میرخسم. حالا اگر بخوایم فرم منفی بهش بدیم در زبان فرانسه دو تا کلمه ما باید بهش اضافه بکنیم کلمه نو قبل از فعل و کلمه پ بعد از فعل به همین سادگی شما میتونید یک جمله رو منفی بکنید پس میشه je ne dans pas. من نمیرقصم. بریم سراغ جمله بعدی ال پانس او فکر میکند او مؤنث حالا فرم منفیش میشه ال نو پانس pas. او فکر نمیکند جمله بعدی بهمون به میگه ایل پق گفتیم که انته برای جمع توی گروه اول خونده نمیشه ایل پق آنها صحبت میکنند حالا میخوایم بگیم که آنها صحبت نمی کنند. ایل نو پقل پا. جمله بعدی جسوی من هستم. اگه بخوایم بگیم من نیستم چی میگیم؟ میگیم جنو سوی خب من اینجا یه فرمولی نوشتم براتون که توصیه میکنم یادداشتش بکنید و میتونید هر فعل و هر سوژه ای رو که تا الان یاد گرفتید یا میخواهید رو در این قالب قرار بدید و جملتون منفی بکنید یعنی به این صورت که به جای سوژه فاعل مورد نظرتون و بعدش نو رو بنویسید به جای وقف هم فعل دلخواهتون رو قرار بدید و در انتها پر رو اضافه بکنید اینجوری جملتون رو منفی میکنید حالا من براتون اینجا یه فعلی رو آوردم این فعل با حرف صدادار شروع میشه و خیلی هم فعل مهمیه فعل امه که به معنی دوست داشتن هست خب اینجا میگیم جم توم ایلم الم وزمه نوزمون ایلزم الزم اوکی؟ این فعل ام است صرف فعل امه به صورت مثبت که براتون صرف کردم و خب معنیش هم میشه من دوست دارم تو دوست داری او دوست دارد شما دوست دارید ما دوست داریم و آنها دوست دارد حالا بریم ببینیم فرم منفیش به چه شکلی هستش جو نمپ به جای اینکه بنویسیم جو نو امپ می نویسیم جو چون دو تا وایل اینجا کنار هم اومده این او نو رو ما حذف میکنیم و فقط اینش رو میذاریم و صرف میکنیم میگیم جو نمپ و در ادامه میگیم تو نم ایل ال نم وو برای مثال نو نوزمون چی شده؟ شده نونمونپ چون دیگه اینجا اس با ا کنار هم نیست که لیزون بشه پس میشه نونمونپ برای و هم به همین شکل میشه و پ این هم خب فعل هایی بود که با حروف صدادار شروع میشه پس فعل هایی که با وایل شروع میشن به این شکل صرف میشن یعنی این نو او آخرش حذف میشه خب یه فعل دیگه ای که براتون مثالش رو آوردم فعل اواخ هست که خیلی مهمه به معنی داشتن هستش و جز افعال بیقایده هستن میگیم ژ من دارم حالا منفیش چی میشه؟ ژ نپه به جایی که بنویسیم ژ نو پ می نویسیم جنپه چون اینجا او دوباره با ا دو تا حرف صدادار هستم پس او هز میشه و میگیم که جنپه ایلا میشه ایل نپه وزوه میشه ونوه په نوزوان میشه نونوان په و ایلزون میشه ایلنون په خب این هم فعل اوا که ما مثبت و منفیش رو اینجا دوباره با هم دیگه کار کردیم و یه نکته دیگه درباره منفی کردن جمله ها این هستش که اگر بخوایم یک جمله ای رو منفی کنیم توی اون جمله از اختیل اندفینی اگر استفاده کرده باشیم اون اختیل ها توی جمله منفیمون تبدیل به دو میشن و به همون شکلی که نوشته شده دیگه تکرار نمیشن همه یه اخدیکل اندفینی هامون به دو تبدیل میشن و قسمت بعدی گرامرمون قبلتر تر در برایش صحبت کردیم تطابق صفات با اسم که توی تمرین شماره دو هم بهش اشاره کردیم مثالی که خودش اوورده رو میخونم براتون اله robe غوب وقت des chaussures غوش اینجا شسوخ چون جمع هست رنگم به صورت جمع نوشته و اصلا به جای رنگ هر صفت دیگه هم باشه به همین شکل باید تطابق پیدا بکنه با اسم جملمون یا مثلا ایل پخت بلوزون بلوز و نواغ اید میبینید اینجا بلوزون در حالت مفرد بوده نواخ هم به صورت مفرد اومده اما دشوسو حالت جمع داره که نواخ هم او اس گرفته و جمع شده قبل از اینکه بریم سراغ تمرین یک قسمت از گرامر اومده اینجا که اونو با هم بخونیم بعد Les adjectifs possessifs au pluriel Adjectif possessif در حال جمع رو آورده ما در حالت مفرد رو توی درسای قبلی خوندیم در حالت جمع هم میخوایم یاد بگیریم با هم دیگه این صفات ملکی در حالت پلوغیل برای مزکر و مهندس یکسان هستن و این کار ما رو را راحت تر میکنه. برای حالت جو صفت ملکی پلوغیل میشه م. مثل ملونت. برای زمیر تو میشه ت مثل ت و برای ایلو ایل و ال در حالت جمع میشه س مثل س برای نو میشه نو که مثالی که اورده نو ویتمان هستش و برای و در حالت جمع میشه و مثل و پانتالون و در نهایت برای حالت ایلو ایل جم ال جمع که میشه لغ مثل لوق شمیز این هم از قسمت آخر گرامرمون بود و بریم سراغ سواق دیغ قسمت اول سباق دیگ در رابطه با بیان کردن مالکیت با ما صحبت میکنه مثال هاش رو براتون میخونم اکیه لو تیشرت روش ا پاتریک وی ایله الوی مالکی این تیشرت قرمز مال پاتریکه بله این هست مال اون لا دو بلوزون روش رنگ لباسش چیه قرمزه سشی سیوخ سن اله انگوب وقت کفشاش مشکی هستند اون یه پیراهن سبز داره پس برای این بیان مالکیت ما میتونیم هم از فعل عواق استفاده بکنیم به معنی داشتن و هم میتونیم از صفات ملکی استفاده بکنیم صفات ملکی چی بودن؟ مونتونسون، معتصه و پلوخیلش هم که یاد گرفتیم الان یا از زمایر تونیک استفاده بکنیم قسمت دوم سواغدیق هستش که اندیکه لکولو نشان دادن رنگ ها مثالی که آورده به این صورت هست لپان تلون ای دو کل شلوار چرنگیه ایل نواق اون مشکیه میبینید که با کن سوالی کرده جمله رو که قبلا بهش اشاره داشتیم و با استفاده از فعل ادخ جواب داده و تطابق رو هم که کاملا رعایت کرده بریم سراغ تمرین هامون اگزرسیس 3 کس که و پخته شما چی پوشیدین پوزه اون کستیون او وقت وازین ایل ال رپوند اپوز اون اوتر کستیون میگه که این سوال رو از حالا بغل دستیتون بپرسید و اون هم جوابتون رو بده و یه سوال دیگه ازتون بپرسه مثالی که اوورده هم به این شکل هست موا ژ اون شمیز و تو موا ژنپ دو شمیز وقت م ژ انتی شخت روش میگه که من یه دونه شمیز سبز دارم و تو و خب اون هم در جواب میگه که من سبز ندارم شمیزه سبز ندارم ولی یه دونه تیشرت قرمز دارم موایی که میبینید اول جمله اومده برای تاکید بیشتر آورده اگزرسیس کات اکیس مال کیه؟ توی این سوال باید جمله هایی که توی این قسمت اوورده رو به همدیگه مرتبط بکنید و بگید که خب کدوم جواب برای کدوم سوال هستش و تمرین بعدی اکیسون لوتمان این لباس ها مال چه کسی هستن؟ غپونده او کستیون و برای مثال اوورده که ایلزون ام بلوزون نو no, این اونها یک کاپشن دارن نه اونها کاپشن ندارن بچه دقت کنید اینجا که جمله منفی شد به جای ان ما توی جمله منفی دو استفاده کردیم و خود سوال هم ازتون میخواد که به موارد یک تا پنج به سوال های یک تا پنجی که اوورده براتون جواب بدید بر اساس مثالی که اوورده و جواب هاتون هم باید همشون به صورت منفی باشه. میرسیم به قسمت کومونیکه. توی قسمت باید یک دیالوگ بنویسید. دکریوه اون دو لا کلاس ا ووتر وازين. کیسه. باید یک دیالوگ بنویسید و یک شخص رو توصیف بکنید توی دیالوگتون و مشخصاتش رو بگید و حالا بغل دستیتون و دوستتون حدس بزنن که اون شخصی که توصیف کردی چه کسی هستش قسمت بعدی پوگونونسه که قسمت آخر درسمون هستش باید اول فایل صوتی رو گوش بدید و بعد تلفظ بکنید در واقع این تمرین میخواد بهتون لیزون رو یاد بده لیزون چیه؟ زمانی که ما آخر کلمه اولمون اس داریم و شروع کلمه بعدی با حرف صدادار هست در این حالت ما صدای ز رو باید تلفظ بکنیم کاملا مثلا ایل زون دزفیش به این وصل کردن کلمات به همدیگه میگن لیزون فایل رو با همدیگه گوش میکنیم Prononcez. <applause> 1. Ils ont des affiches. 2. Vous avez des étagères. 3. Nous avons des amis. 4. Ce sont vos amis. 5. Ils ont des sacs. Pronononcez. 1. Ils ont des affiches. 2. Vous avez des étagères. 3. Nous avons des amis. 4. Ce sont vos amis. 5. Ils ont des sacs. خب درس شش رو هم با هم تموم کردیم. امیدوارم که نهایت استفاده رو کرده باشید. و همونطور که میدونید آموزشگاه زبانهای خارجی رادمهر اکثر زبانهای خارجی رو تدریس میکنه. پس اگر شما هم میخواید که توی کلاسای ما حضور داشته باشید کافیه که با این شماره تماس بگیرید. خیلی ممنونم از همراهیتون و خدا نگهدارتون.